ننړېواله کچده په ل پسی غختنه سره هم اسلام اباد د غیر قانوني کډوالو په چاړو په خپل پریکړه کې تردید ومنار مخ نه دی خوله نن چې د اکتوبر یو ډیر شم نیټه د په سولګونه غیر قانوني افغان مهاجر لپاره دا وروستي نیټه ده خو پښتونخي چارو کله لوړان دي په کراچۍ اسلام اباد او کوزه پښتونخوا کې زندانونو لافغان کډوالو ډک کړي افغان کډوال وای بشری ناورین تا ورته یو حالت سره مخامخ دي او وی دی ویره همشته چې پاکستانی چارواکي پوړان دي پراخ عملیات پیل کړی د په داس حال کې چې نن په خپل رسنوي کې هم داس ویډیوګان لاس پلاس کړي چې د افغان کډوالو کورونا د دوی لوخاوران شي بي دي دوی له بعد وضعیت سره مخامخ دي نن روستي ورځ د 7 نومبر اول نیټه هغه مهلت ده چې د پاکستان له خوا د افغان کډوالو لپاره تاکل شایبو پر همدې موضوع باندې بحث کولې ساده دي چې بار بار نړیوال سازمانونه له پاکستان نه دلتا غون حکومت له پاکستان غوښتنه کړې چې په دغه پریکړه کې تاییدې نظر وکړي مګر پاکستان په دغه پریکړه کې تغییر راوسته په زه شکریہ انګلنیزه ما او تاس هم د مهراخ پرونه پاجوانده بل شمشاد څخه ګوري سیاسي شنن کای خغل محمد یاسین حبیبس ما دیننني بسمل مده حبیب سپستر مشه بس ته بخیر غلی کولی باوجود د دې چې بار بار غختنه او شوان نند اکتوبر او دیرشمخه مو چاس فانه پاکستان په خپل پریکړه کې بدلون راوسته بسم الله الرحمن الرحیم بسلام با سلام و با احترام به شما و محترم شما به شندای نهایت عزیز تلویزیون شمشا چه در داخل و چه در خارج ببینید خواهر شکری نیازی در یک شرایط حساس که از یک طرف زمستان فرا میرسه و از جانب دیگر مشکلات اقتصادی واقعا دامنگیر ملت مظلوم ما هست و, و هم می بینیم که با کمال تاسف و تاثر همین قسمی که ماجرین مظلومی افغانستان در پاکستان مورد جفا و لطکوب و زندانی شدن و شکنجه نظامیان و یا نیروهای امنیتی پاکستان قرار داره طفل و کلان خرد بزرگ زن و مرد با کمال تاسف باید یاد بکنم که برادران و خواهران مسلمان ما در فلسطین هم اینمی قسم در ای شب روز بمباران میشن و خرد بزرگ پیر جوان زن و مرد به خونه های عقیقی نشان رنگین میشن واقعا ای 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 نشان که واقعا این نشان میده که ملت های مسلمان افغانستان و فلسطین با اینمیت یک روزگاران تیره و تار مواجه هستند خصوصا ماجرین افغانستان ببینین خواهر نیازی زعمای پاکستان باید بفهمن باید بدانن او روزگارانی را به یاد بیارن که قرار بود که سیلاب سرخ از افغانستان عبور بکنن به آبهای, به آب، آب، آبهای گرمهن برسند یعنی از افغانستان عبور کنن به پاکستان برسند و پاکستان را تسخیر کنن به آب آبهای گرمهن برسن اما زمامدارای پاکستان نظامی و ملکی پاکستان باید بفهمند که اینمی ملت مسلمان و مظلوم و اما انقلابی و آزادی افغان بود که در برابر سیلاب سرخ با مقاومت های دلیرانه و جانانه و مقاومت های و مقاومت های فداکارانه جلو نموس سیلاب سرخ گرفت نه تنها نگذاشت که اونا دامنه افغانستان بگیرن بلکه از افغانستان هم عبور کنند مکمل دامنه پاکستان بگیرن که امروز اگر او کار میشد اگر, اگر 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 قوم قهرمان و مبارز افغانستان در برابر مبارزات دلیرانه و قهرمانانه و آزادی خواهی خو در برابر قشون سرخ شوروی موفق نمیشدن کامیاب نمیشدند که اون به اثر میلیون ها میلیون ارائه قربانی و جانفشانی و, 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 مبارزات شباروزی امروز اگر افغانستان هم جز ایالات اتحاد جماهیر شوروی سابق می بود پاکستان هم جز ایالات اتحاد جماهیر شوروی سابق می بود ولی باید زمامداران پاکستان باید بفهمند با قدر این ملت بیچاره قدر این ملت مسلمان قدر این ملت آزاده ر باید قدر شبا فامن ارزش بدانن امروز که شرایط آمده نباید جوان مردی و نامردی را بکنن اما خواهر نیازی خوشبختی در ایجاست که امروز بزرگترین رهبران سیاسی و ملی و مردمی پاکستان به خصوص از قوم بخصوص مناطق پختونخوا به از ماجرین افغانستان بلند میشن و میگن که ای ماجرینی را که امروز پنجابی ها به عنوان ماجر میخا زندانی کردن شکنجه میکنن لط میکنن کوب میکنن یا ماجر نیستن مالک اینو خاک هستن این تا دریای اتک از مینا هست این حرفا ای حرف اداره ما نمی کنیم خود بزرگترین رهبرای با نفوذ این, 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 این مردم داره که طی اجتماع های این, این, این <تصفح> نفریشان امیر بیان میکنن و با چنگ دندان از حضور ماجرین در پاکستان حمایت میکنن میگن اصلا به مهاجرین افغان نه پاسپورت ضرورت است نه اونمو کارتای به اسلام الله علیه ضرورت است بلخ... بلکه اینا مم. مالک ای نمی خانه هستند خوشبختانه خوشبختانه خوش که یه داره بزرگترین و پرنفوسترین ترین رهبران سیاسی پاکستانی یه دارم این حبیب صاحب مخک مری رو مسائل تا اشاره کړه یو مسئله داده ده از این پدیان دی چې پاکستان د افغان کډوالو په سر چې کوم پیسې لنړیوالو بنسټونو پاغه باندې دا د س یو هوا چو چې اته می قدرت ته ورسېدم په وجود دې چې دغه س یو قدرت ته لاس اکړول یا ځل کسه هم په خویم دی افغان کډوالو پر وړاندې نوړه وضعیت کاو خو د ځل په خپل تصمیم کې به خېجې دي ول دغه س یو تصمیم ونیو بيبي نن خواهر شکريا نيازي یو ځمانه مرفت په <applause> پېښور وختي کې پېښور را دیدم وضعیت شه پندې را دیدم کراچي را دیدم یو اسلام اباد کمکه خوب و یعنی ما سی سال پیش میگم سی و سال پیش برتان میگم <applause> این وضعیت شدید این مناطق حیات و تاب به های برد اینجا همه نیزار بودن همه جنگل زار بودن همه مارخانه و گجنم خانه و همه به ایسال خانه بودن. همه مثلا اشنغری خاکپور و خاکدان و از بس که به ای نمی نمی گادیا و خرگادی و اینا که می رفتن یک تک کسی بودن حضور ماجرین حضور ماجرین نه تنها پشاور آباد ساخت ها ساخت این, این واقعا مترقی ساخت بلکه اتای اسلام آباده تا پندیره لاهور کرچی را اکثرش ها مثلا کویتره میرامشاره حضور لکها میلیون ها ماجر یک دوم پاکستان در اون زمان به به صدها میلیون میل... دلار یا به میلیاردها به اصطلاح به ده میلیارد دلار به نام حضور ماجرین از دنیا میگرفتن از جامعه جهانی می و به نام از که ما اراثت میکنیم میزبان میلیون ها مهاجر هستیم در بعد بعد ب... ده ها میلیارد دلار اینا از دنیا گرفتن پاکستان آباد شد از یک طرف از طرف دیگه مسائل جهاد بود مقاومت مردم افغانستان مجاهدین افغانستان ملت مجاهد افغانستان در برابر شورویا بود پاکستان اردوی پاکستان از برکت جهاد افغانستان از برکت حضور و مقاومت مجاهدین صاحب بزرگترین سلاح های این،, این, 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 این مدرن دنیا شد یک اردوی بود که ما وقتی در پشاور می دیدیم این سال پیش در شانه سربازای امنیتی پشاور یک لقب تفنگای های کونه انگلیسی به نام مارکول بود به نام مارکول که از زمان انگلیس ها ولی بعدا با آغاز جهاد یا حضور ماجرین در پاکستان تفنگ شان همه به بهترین کلشین های چینایی و مصری نمه بدل شدن سلاح های مدر اینا مبدل شدن کل تفنگ های کنی زمان انگلیس به نام مارکولی گپا از بین برده شد برداشته شد این پاکستان صاحب یک اردوی اشت نفری شد اش نفری شد و هم با سلاح های اتومی و با سایب میلیارد ها میلیارد دلار از برکت حضور ماجرین جد. اینا شدن از این, این در حقیقت در, در, نتیجه حضور مجاهدین و ماجرین در پاکستان آه. پاکستان آباد شد مترقی شد ثروتمند شد و این سایه شد اما متاسفانه اما متاسفانه که زمامداران این این, این،, این مردشان پاسی ملت مظلومه پاسی ملت وارث پاسی ملت آزاده را ندانستن امروز سیکو و که بجای از دا ست نوازه شوالای ای ماجرین مظلوم بی ګنا او بی دفاع شکمګرسته او پا به رهنه بگذارن انار توهین میکنن تغییر میکنن لا تکوب میکنن اذیت میکنن اوزار زن بل. و مرده هم د بیست بل مسله بیا د په دومره وخت کې چې د پاکستان له خوا افغان کډوالو ته مهلت ورکړل شوی وو هغه نړیوال بنسټونو چې تر دې دغه افغان کډوالو په نومه پاکستان مالی حمایت او هغه والدې جدي خبرګون و نه خوده 305 2 بایات سکړي وای چې د اقل پاکستان پخپل خپل دغه فیصله که لگ نرمه خوده شما اصل سر مسئله موضوع اول مشکلش شما اینجا اینجا تقریبا یعنی ساختین <applause> در حقیقت موضوع از قرار است که همه و همه وارد کردن فشار بالای امارت اسلامی افغانستان است ای به اصطلاح جهان غرب ای جا از طرف جهان غرب در خفا از طرف از اونا دیکته میشن که پاکستان جز اقمار جهان غرب است به خاطر ازی که بتانن این 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 فشار بالای امارت اسلامی وارد شوه مستولی شوه و به دستور غرب پاکستانی عمل انجام میتن که تا این سیل ماجرین و میلیون ها ماجر وارد وارد افغانستان شوند امارت اسلامی دو چهار مشکلات اقتصادی و دستپاچگی شوند در حالی که کور خواندن ما باورمند هستم که ان هیچ گفه نمیشه اگر 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 ماجرین عزیز ما اموطنان نازنین ما پس به دامان به دامان وطنشان بیاین ان شاء الله پروردگار آمی و مددگارشان هست هیچ مشکل اینجا نیست حتی بعضی از رهبرای امارت اسلامی اعلان کردند که اگر ماجرین بیاین به وطنشان ما در در سمت سر شمال خصوصا در مناطق کشتیپا ما برای هر ماجر ده در جریب زمین میتیم بیاین و زمین های آبی را دیقانی کنن به سلا را کشت کار کنن انشاءالله بهترین زندگی بهترین روزگار اینا, اینا دست میارن در کشور خود در آغوش ما در وطن خود قرار داشته باشن این اعلان رهبرهای امارت اسلامی است واقعا این اگر فیلسان خوش هست ما ایمان دارم ببینین خواهر شکریه امیال تقریبا 35 میلیون اضافه 35 میلیون این, 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 این انسان های مسلمان و آزاده و وطن افغانستان زندگی میکنه هیچ کس گرسنه نمانده همه خداوند روزی رسان است یک وسیله درست میکنن ما باورمند هستم که انشالله اگر ما اول خم خب من یارزو میکنم که پاکستان زعمای پاکستان این, این به انتقادات جامعه جهانی خصوص نهادهای دفاع از حقوق بشر در بود ماجرین و با نمو نورمه های قبول شده ملل متحد با نمو تن بتن با اور او نظر بگرن خلاف از عمل نکنن بر خلاف از او اقدام نکنن در حقیقت با عمال شدن و نمو نورمه های قبول شده با این نلی در قسمت آو... این تقریبا این سیل آواره ها هستن نه تنها افغانستان سایر کشورها اما پاکستان یک کشور همسایه ماست پاکستان از برکت مردم افغانستان آباد شد از برکت مردم افغانستان ترقی شد از برکت مقاومت جهاد مردم افغانستان سالم مان سالمیتش حفظ شد از از خطر نابودی و به اصطلاح از بین رفتن و یا یا الهاق به اتحاد جماهیر شوروی نجات یا باید قدر این ملت وارسته و این ملت شان، این ملت کبیره باید زعمای پاکستان باید بفهمند به می رقم لطفا لطفا اینکه که امروز آخرین روزش است و فردا اول آغاز توتیه و ترفن و دسیسه خاینانه زعمای پاکستان بر ضد ماجرین آغاز میشه باید زعمای پاکستان از این اقدام ظالمانه و خائنانه ایشان منصرف شد بس از که رژیم سیونیستی غاصب اسرائیل بالای میلیون ها میلیون زن و مرد مسلمان فلسطین ظلم میکنن میکشن زندانی میکنن به خاک خون یکسان میکنن خانه هایشان رو ایران میکنن اسرائیلیا ها خانه های برادران و خواهران مسلمان فلسطینی ما را نابود میکنن اینجا زعمای پاکستان خانه های برادران و خواهران ماجر ما را ویران میکنند میکنن با اونا در اقن یکسان این ام آواز حرکت میکنن ما امیدوارم که بس از که اسرائیل هم یک جنایت عظیم بزرگ بیاده هست بالای ملت مسلمان فلسطین انجام میتن شما این جنایت تان بالای ملت مسلمان مومن افغانستان با خصوص ماجینی نجام نتی حبیب صاحب، عواقب بم هولری کار پاکستان ده من پیشتر یک چیز اشاره کردم که امروز لله الحمد خوشبختانه خدا را شکر گذارم که امی که میگه حق به جای خود تقرر میگیره امی که میگه که واقعا از نور حق بالاخره به ازارها و با, با میلیون این انسان ها پیدا میشن که از حق دفاع میکنن از اقانیت یک امت دفاع میکنن امروز خود بزرگترین رهبران سیاسی قومی پاکستان با خصوص و ناطق پختونخواه پاکستان صوبه سرحد کویتا میرامشا یک طرف دیگر طرف حتی در اسلام آباد در, 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 پندی در لاهور حتی در کراچی بزرگترین احزاب احزاب سیاسی با, ج... با برانداختن اجتماعات لکانفری از ماجرین افغان به دفاع می پردازند ماجرین افغان مالک صاحب سو و سرحد تلقی میکنن میگن اصلا هیچ تا, دریای تک از افغان ها هستن اینجا دیگه بین افغانستان مسئله ترخم اینجا دیگه موضوع پاسپورت و موضوع ویزا و موضوع, موضوع کارت های ملل متحد مطرح نیست افغان ها لره بره همه یکی هستن خود دقا اف... طول بیاغ موارد دیابیب سب چه دهیست افغان کلوال در درد ندهی دوا کرده دوی واقعی نو لستون جسر او دست خبرون گزارشون هم تر را رسیده لیدی چه د کورانه او ناري نه غړي د دوه لخوا زنداني شويدي او اوس کورانه توالکي چې تاسو لاړ شي افغانستان ته دوه سره چې ناري نه یو یادقال د کالو قل راټولاو یادغه یا په مستيله باندې د موټار بارول نو د دوه د خبرګونونه چې دا د افغانان اصلي خوره د منګل افغان کډوال سره استه هیڅ درد نه دا وکی شما مطمئن ماشين خو هر شکريا مطمئن ماشين ک پروازدګار ازو امتي کې از او ملتی که، از او قومی که مورد تجاوز قرار بگیرن، مورد تعرض قرار بگیرن، مورد ظلم قرار بگیرن پروردگار از نا به دفاع می پردازن، از نا به دفاع می پردازن. اگر پاکستان در برابر ملت مسلمان افغانستان که امروز مبارزات دلیرانه و برحقی نمی ملت باعث حفظ پاکستان حفظ پاکستان شد باعث پناه پاکستان شد باعث دفاع پاکستان شد باعث سالمیت پاکستان شد باعث جلوگیری از نابودی پاکستان شد اگر این زعمای پاکستان بالای این ملت ظلم میکنه چرا اینمی اینمی ماجرینه که امروز در صوبه سرحد هستند یا در در پندی هستند یا در پنجاب هستند یا در اسلام آباد هستند یا در یک جای پاکستان دیگه جای پاکستان هستند اونها همه به اصطلاح این 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 یک بدنی عظیم اینمی ملت هستند اگر هر حکومتی که بالای اینا ظلم میکنن انشالله جزای ظلمشان رو میبینن شما مطمئن باشین که پاکستان اگر در برابر ماجرین از اینمی عمل ظالمانه خود منصرف نمیشن نسبت به اینمی ام این برنامه ظالمانه و توتی خاینانه خود در حق ماجرین از این تجدید نظر نمیکنن شما مطمئن باشین که جزای خدا میبینن انشاءالله الله از برکت مظلومیت ملت مظلومی افغانستان و خود اضافه 43 سال است که ملت در رنج و عذاب و مشکلات بدبختی و مصیبت ها و بی ها و آوارگی ها و به سرپنایی ها رو به اسلام مواجه هستند اینا به اسلام بالاخره نتیجه اعمال خود اونا میبینند پروردگار از, از, از عزت و آبرو از مظلومیت این ملت دفاع میکنند انشاءالله اقوام نق... قوم های در پاکستان گروه های در پاکستان در دفاع از اینمی, از اینمی قوم از اینمی امت از اینمی ماجرین میپردازن پاکستان با این عمل خود زامای پاکستان ما باورمند هستم خواهر شکریان نیازی جدا از اق... مسئله این این خواهران برادران پشتون پاکستانی ما خواهران و برادران پنجابی ما سندی ما از 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 استانهای مختلف پاکستان به دفاع ماجر افغانی خود می پردازن به دفاع از خواهرای ماجر افغانی خود می پردازن به خاطر در پرداختن ولی اینجا دیگه سیارو شود هر که دو غشت باشد اینجا دیگه سیارو زحمای پاکستان میشن که به دستور بیرونی, بیرونی ها به خاطر توتی به خاطر تحقق برنامه های خاینانه بیرونی ها غرب بالای امارت اسلامی همچه برنامه ها را به دستور از اونا علیه ملت مسلمان مظلوم افغانستان داده اونا رو دست حبیب بله پا بخین نن چه و راز دوی پخپل تصمیم که نرمختون خودم دلت افغان حکومت یولر چمتواله نیوله ده افغان دی را تگل پارم تازه یو حیات دی خغلی عبدالسلام حنفي په مشرې او چې د کابینې زنیغړم پکې شامل دي دوی ترخمت تللیال ته یو کم چې د افغانانو د افان کډوالو لپاره تازه جوړ شوی هغه به پرانیزي د حکومت ترڅنګ په دغه اساس شرایطو کې دولت مسولیت ساده زکه هر څه نه ورسی نظام تبعیت او سپارل شي ولسم په دغه اساس شرایطو کې او بوینه خواهر شکريا نيازي امروز mc 5 میلیون یا 38 میلیون یا 40 میلیون ملت مسلمان افغانستان که در کشور خود به سر می زندگی میکنند و به آرمان دستم که انشاءالله در قبال برادرای ماجر خود در, در قبال اموطنای عزیز خود در, قبال برادرها و خواهرا و اطفال معصوم امی وطن که به عنوان ماجر رفتن هم اینا خود احساس ان خود مسئول احساس میکنند این خود این 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 این, 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 این درجه ادای رسالت در قبال از اونا خدا مسئول درک میکنن نمون لقمه نان خدا به اونان اسم میکنن و نمون جا و جا و امکانات لباس خدا به اونان اسم میکنن ای, ای فریضه هر هر انسان مسلمان هست واسه خصوص افغان ها <تصفيق> <تصفيق> که امروز وادرادر و خواهرای ما هستند اونان وقت اونمون خواهرای ما که دروج زندانی میشن نمون خواهرای ما که دروج به سرپرت میشن مردم ما باید بفهمند که نمون خواهرای ما هستند اونون ناموس ما هستند اونون اون ما به اسلام مادرای ما هستند خواهرای ما هستند دخترای ما هستن اونا اونا ناموس ما هستن ما در قبال حفظ از اونا حفظ عزت و آبرویشان ما مسئولیت داریم امروز ما مسلمان هستیم خداوند در قرآن عظیم خود و آدیس نبوی هم در قسمت که برادر مسلمان در قبال برادر مسلمان خود مسئول احساس کنه ادای رسالت بکنه ادای مسئولیت بکنن حتی لقمه نان خدا امرای شمس بکنن حتی لباسای خدا ازشان تقسیم بکنن یک فریزه هست یک یک قرآنی است یک یک اسلامی است یک 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 است که ارشادات پیم، گرانمایه پیامبر دی دی قبال از دیگه آمده مراجعه به اینکه امروز ما افغان ها کشور ما ملت ما یک ملت ناماوری است یک ملت است که در طول دنیا در جهت آزادی و در در حفظ استقلال در جهت حفظ ناموس ناموس ملی، نوامیس ملی واقعا نام دارن، نام بلند دارن، نام شامخه دارن الا باید باید مردم ما سرعتمندای ما تاجرای ملی ما کسایی که در وطن خداوند اونها را سروت دادن کسایی که پروردگار چنان اونا را سروت دادن که تا حساب اما 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 اندازی پولای خدا نمیفهمند باید درقبال برادرای و خواهرای ماجر خود احساس مسئولیت کنند اگر واقعا ایمان دارند اگر واقعا غیرت دارند اگر واقعا افغان هستند اگر واقعا از این سرزمین هستند اگر واقعا احساس دارند اگر واقعا عاطفه دارند باید درقبال برادرای و خواهرای ماجر خود احساس مسئولیت بکنن امروز که معاون صاحب دوم ریاست وزرای امارت اسلامی جناب مولوی صاحب حنفی عبدالسلام حنفی که رفتن اونجا در تورخم به خاطر ایجاد یک کمپ بزرگ باید تاجرای ملی ما باید اموطنان ثروتمند ما باید در قبال با اونا هم کار باشن در قبال رفع ماجرین افغانستان تنه واخته مېره بلدې حکومت نه کوی بله دغه ټول موارد ترڅنګ بله مسأله بیا د موجوده نظام موقوف دی د پاکستان پر وړاندې یو چې کمداري سپات خپل کی او د کډوالو ترڅنګ هغه محصولین چې د پاکستان هوا د لخوا په بورسیو تللی وو دا سویلکی چې دغه مسلې مرشل کیږي نو دغه ټول موارد په کتو سره نظام باید څوکړي د دغه گاونډي هوا پر وړاندې څل چلانه وکړي اولان خواهر نیازی سب مقامات پاکستان باید بفهمد به این پیمانه از وحشت کار نگرند به این پیمانه از قصاوت در برابر ملت مسلمان افغان کار نگرند به این پیمانه از از در برابر یک ملت آزاده و انقلابی که از برکت مبارزات رزم پیکار و ملت شما پاکستانیا مسئول ماندید پاکستان مسئول ماند پاکستان از از خطر نابودی قشون سرخ شوروی که میخواستن بابای گرمهن برسن از افغانستان عبور کنن پاکستان بگیرن پاکستان مثل که پیشتر گفتم که قرار بود کنه پاکستان جز یک ایالات اتحاد جماهیر شوروی سابق بسازن ولی رزم و پیکار جهاد مبارزه ملت مجاهد و قهرمان افغان بود که امروز نه تنها کشور خدا نجات دادن بلکه پاکستان هم نجات دادن باید باید اول برادران و خواهرای پاکستانی ما باید بفهمند با در دهن زامای حکومت خود بزنند که راستی هم محصلین تمام اول اخراج این از, از, پاکستان حالا اخ اخراج این اینمی که خود پاکستان اونا را به اونا بورسیه دادن قبول کردن موافقه کردن توافق کردن پذیرفتشان حالا دوباره اینا اخراج میکنن این در حقیقت یک دشمنی در برابر ملت افغان است یک یک دشمنی و یک در حقیقت یک یک بله. قساوت یک, یک در برابر بسر... بله. ملت مجاهد افغانستان بله. ملت افغانستان فقط به واکر خکی موجوده نظام موقف باید سویر دیرلند دیر ما لند. ما امیدوار هستم بله. ما امیدوار هستم که امارت اسلامی افغانستان رهبرای محترم امارت اسلامی افغانستان در قباله. ملت خود در قبال مردم خود در قبال امه. کشور خود خود مسئولی احساس میکنن به خاطر که آل دیگر بر جغرافی های افغانستان اینا حاکم شدن آل زعامت چل میلیون ملت مسلمان افغانستان را بزیز گرفتند آل درک میکنن که مسئولیتشان در قبال اینمی ماجری در اینمی یک شرای چی است؟ و باورمند هستند که من درک میکنن خب میفهمن خودشان دیتر میفهمن ضرورت در ضرورت نیست ملنه. که ما تاسنم یوهن لري مننه سمنګ داخ پدونه هم دوم روا خو وخت نه لري لا لري دمو مننه